بیماری رو تعریف بکنیم که هر گونه عیب، نقص، انسداد، نمیدونم چی در بی‌نهایت اجزای متشکلی وجودی ما، اون وقت کار تشخیص و درمان دیگه یک کار عجیب غریبی میشه، یک کار انسانی نخواهد. الان کالبد فیزیکی رو که مورد بررسی قرار میگیره و در طب رایج آلوتراپی مورد بررسی هست، با وجودی که هر قسمتش به تخصصهای مختلف تقسیم میشه، آیا تشخیصها قطعیه؟ با همه که تکنولوژی و اینا هم در اختیار ماست، آیا تشخیصها درسته؟ نه. پس اگر که ما بیایم قطعی تعریف بیماری بکنیم، معلومه که انسان رو نمیشناسیم، معلومه که هنوز چیزی از وجود انسان اطلاع نداریم و انسان رو خیلی کوچک دیدیم. خب کاری نداریم، به هر حال نگاه ما به انسان توی این دیدگاه اسمشو گذاشتیم فراکل نگری. و حالا اگر قرار باشه ما درمان رو تعریف بکنیم، درمان کاری میشه ما فوق تخصصهای انسانی، ما فوق هوشمندی انسانی و فراتر از یک مسئله که یک فردی بخواد دنبال بکنه و ازش نتیجه بگیره. یک فرض، اگر قرار باشه یه همچین تعریفی از درمان بکنیم و بهش برسیم، بایستی هوشمندی عظیمی پشت این قضیه قرار بگیره تا این کار تحقق پیدا بکنه. درست شد؟ بایستی ما یک هوشمندی عظیم داشته باشیم که بتونه همچین چیزی رو پشتیبانی بکنه، همچین کاری رو برای ما انجام بده.